سلام به همه شما همراهان عزیز، با تشکر از اینکه امروز هم ما رو در گزارش آنلاین همراهی میکنید. گزارش امروزمون رو با نگاهی به خسارت های زلزله در خوزستان شروع میکنیم و فیلم ها و تصاویری از این منطقه. زلزله ساعت پیش از سر ما مغازه‌ها به دلیل زلزله‌ای که بود در موادی که داشتن دچار مشکل شدن و خسارت‌های زیادی دیدن. تصویری هست از وضعیت یک مغازه رنگ فروشی بعد از زلزله‌ای که در مسجد سلیمان رخ داد. همچنین رئیس آموزش و پرورش رژیم در شهرستان اندیکا واقع در استان خوزستان اعلام کرده که در اثر این زلزله 66 مدرسه سنگی که فرسوده و قدیمی بودند آسیب‌های جدی و ترک‌های عمیق دچار شدن و همچنین برای سال جدید غیر قابل استفاده هستند و 14 مدرسه آجری هم آسیب دیدن و نیاز به تعمیرات اساسی دارند که در این زمینه دچار مشکل شدن و برای سال جدید مشکلات زیادی برای دانش آموزها به همراه داره. همچنین شب گذشته به دلیل احتمال و خطر وجود زلزله خیلی از مردم در مسجد سلیمان شب رو بیرون از خونه های خودشون و در پارک گذروندن. یکی از موضوعاتی که این روزها در سطح جامعه و همچنین در فضای مجازی با اون روبرو هستیم برخوردهای وحشیانه کارگزاران حکومتی و ماموران سرکوبگر رژیم با دستفروش‌ها هست. روزهای قبل نمونه های زیادی رو دیدیم، از جمله در تهران و تبریز که به درگیری دستفروش‌ها با ماموران سرکوبگر شهرداری منجر شد و در بعضی از صحنه‌ها خود مردم هم به کمک دستفروش‌ها آمدند و باعث عقب نشینی مزدوران رژیم شدند. امروز هم یک فیلم جدیدی منتشر شد از درگیری بین دستفروشان رشت و ماموران شهرداری در این شهر که در این فیلم هم می‌بینیم که به درگیری روشان میشه و این ماموران مجبور میشن که به بیمارستان مراجعه بکنن. وضعیت به قدری بحرانی هست که خود رسانه‌های رژیم هم این موضوع رو پوشش دادن و خبراش رو انتشار دادن. از جمله باشگاه خبرنگاران جوان فیلم این موضوع رو منتشر کرده و خبرش رو هم بازتاب داده و توضیح داده که در واقع به دلیل اینکه این ماموران قصد جمع کردن بساط دستفروش‌ها رو دارن منجر به این درگیری شده. فیلم دیگه هم از این درگیری منتشر شده که بعد از درگیری بین دستفروشان و ماموران حکومتی سایر فروشنده‌ها و کسبه هم به کمک دستفروش‌ها میان و باعث دور کردن این ماموران از منطقه میشن. که این فیلم رو منتشر کرده نوشته سکوت ما باعث سرکوب بیشتر حکومت میشه در حالی که میتونیم و باید از حق خودمون دفاع کنیم و در صحنه هایی که متحد باشیم نیروهای سرکوبگر حرفی برای گفتن ندارن. همچنین باید یادآوری کنیم که امروز روز 18 تیر هم هست، سالگرد سرفصل جدید در جنبش دانشجویی ایران، در واقع 6 روزی که دیکتاتور رو به لرزه درآورد و چهره پلید اصلاحات رو از پشت نقاب بیرون آورد و افشا کرد که اصلاحات در نظام ولایت فقیه یک سراب بیشتر نیست. پوستر دیگه هست از تصاویر این قیام و شعری که نوشته نگاه کن که چگونه فریاد خشم من از نگاه هم شعله می کشد.
چنان که پنداری تندیسی از این باریه های پولادین خیش نفس می کشد. در ادامه نگاهی هم داریم به آخرین خبرهای بین‌المللی در رابطه با افزایش فعالیت‌های اتمی رژیم و بازتاب‌هایی که در سطح بین‌المللی داشته. آژانس بین‌المللی اتمی انرژی اتمی امروز بیانیه‌ای صادر کرد که رسماً اعلام کرد که رژیم ایران غنی‌سازی اورانیوم رو در واقع طبق توافقی در سال 2015 داشتن نقض کرده و این موضوع باعث نگرانی این آژانس و همینطور جامعه بین‌المللی شده. و اطلاعیه‌ای راستی آزمایی کرده که رژیم ایران اورانیوم رو در حد بالاتر از 3.67% غنی‌سازی کرده و در واقع این رو به طور رسمی اعلام کردن. به دنبال این موضوع باز هم موضع‌گیری‌های مختلفی بوده، از جمله سناتور تام کاتن در توییتی نوشته ایران بازی خطرناک رو در لبه پرتگاه اتمی انجام میده، اما ایالات متحده و متحدان اروپایی اون تسلیم این بازی نمیشن و این رژیم ایران هستش که باید غنی‌سازی رو متوقف کنه، چرا که غنی‌سازی هسته‌ای مسیر نابودی رژیم رو طی می‌کنه. همچنین مایک پنس در صحبتی که داشته گفته که رژیم ایران هست که باید انتخاب کنه که در کنار مردم ایران بایسته و یا اینکه به شبه نظامیانش و نیروهای نیابتی خودش در منطقه کمک بکنه و این رژیم هرگز نخواهد تونست که به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. نگاهی بود به مهم‌ترین های فضای مجازی از داخل ایران تا جامعه جهانی و افزایش تنش‌ها بین رژیم آخوندی و جامعه بین‌المللی. امیدوارم گزارش امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. لطفاً ما رو در ادامه قیام ایران همراهی کنید.